کابینه امارات اسلامی تصمیم به ایجاد بانکداری اسلامی گرفته است. در کابینه به رهبری مولا عبدالغنی برادر معاون امور اقتصادی ریاست الوزراء تصمیم گرفته شد که بانک های دولتی و خصوصی افغانستان از تجارب کشورهای اسلامی در جهت ارتقای بانکداری اسلامی استفاده کنند. صابر مومند سخنگوی افغانستان بانک می گوید که برای پرداخت قرضه های اسلامی کمیته با هماهنگی نهادهای مربوطه تشکیل خواهد شد. افغانستان بانک د وړاندیز پر بنسټ د اقتصادي کمیسون په ناسته کې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو د پیاوړتیا په موخه ځینې پریکړې کړې چې په هغې کې د افغانستان د دولتي او خصوصي بانکونو اړوندو قضایو د ژر فیصله کولو په موخه ځانګړې محکمې جوړول د اسلامي بانکدارۍ په تړاو میکانیزم او نور موارد شامل دي. د دې پریکړې د ښه تطبیق او تعقیب په موخه به د افغانستان بانک د عامل پلاوي تر څارنې لاندې یوه کمیټه جوړیږي او له اړوندو ادارو سره به تعقیبیږي او پایلې به یې وخت په وخت له هیوادوالو سره شریکیږي. مسئولان اتاق معدن و صنایع ولایت کابل از این تصمیم امارات اسلامی استقبال کردند. محمد کریم عظیمی رئیس این اتاق میگوید بخش خصوصی به مشکلات شدید اقتصادی مواجه است و به پرداخت قرضه های اسلامی از سوی بانک های خصوصی و دولتی وضعیت رکود اقتصادی را به حرکت خواهد آورد. متاسفانه در افغانستان بانکداری نظام غیر نرمال حالت ته تللی او د دې بیرته نرمالېدو کې یو ډېر مهم ګام ده او د خصوصي سکتور د ودې لپاره همدارنګه زموږ تولیدي کارخونې فابریکې صنعت ډېره جدي اړتیا لري مالي تمویل ته او دا چې بانکونه وشي کولای په اسلامي بانکداري تر سیوري لاندې مرابحه او همدارنګه نورو شرعي هغه پروسیجرونو په ترڅ کې قرضې ورکړي دا د اقتصادي نظم دپاره ډېر ښه ده. تحلیلگران اقتصادی این تصمیم را گامی مهم برای توسعه اقتصادی افغانستان میخوانند و میگویند که با رسیدن کمک های بین المللی بانک های خصوصی و دولتی از وضعیت بدکنینی نجات خواهند یافت. صرافی شدن کمک های جامعه جهانی در بانک های خصوصی افغانستان و توزیع کمک ها از طریق بانک ها قطعا میتونه که از ورشکستگی ای بانک ها جلوگیری کنه و باعث رشد سیستم بانکداری و کاروبارها در کشور شود. اگر این کمک ها از طریق بانک ها مدیریت شود، این مسئله ما را کمک میکنه که سیستم تجارت افغانستان، رشد سرمایه گذاری های کوچک و متوسط و همچنان در کل باعث رشد اقتصادی افغانستان شود. کمیسیون اقتصادی همچنین تصمیم گرفته است که وزارت امور خارجه باید با کشورها و موسسات کمک کننده با تفاهم برسد که پول کمک ها فقط به با یک بانک خاص تعلق نگیرد، بلکه باید در پروتو یک مکانیزم منظم با سایر بانک های خصوصی افغانستان ارسال شود.